تبریک میگم پارمیدا جون، برای انتخابتون خوشحالم که یک خانم قرار مدیریت ساختمون رو به عهده بگیره. خبر فوری، مفسد بزرگ اقتصادی نونین که در زندان به سر می‌برد در هنگام انتقال از زندان به دادسرا با مضروب کردن ماموران بدرقه متواری شد. آنها در هنگام فرار عابر پیاده‌ای را زیر گرفتند که فرد مضروب هم چند ساعت پیش در بیمارستان درگذشت. من هم یکی از اهالی دورباشم، برام غنیمت شام سرک. مثلا نریمان مولایی یا مثلا ناصر معینی یا چه می‌دونم مثلا مدیر مشیری. من به شما میگم این آدم از بن مشکوکه. برام از این مشیری می‌ترسم. اما تا زمانی که تومه در اطرافش باشد، امید هم هست. دید زدن از بالا ریسک است، اما سریع ترین راه برای پیدا کردن یک هدف جدید است. آه. سرهنگی مستندات چیه میبینی؟ نگاهی حیوان بزرگا دارن کچکار میخورن. نیش عقرب نه از ره کینه است، اقتضای طبیعتش این است. داره غذاش رو میخوره، مثل انسان که گاو و گوسفند و مرغ میخوره، اونم داره غذاش رو میخوره. چیزی که کریهه اینه که یک موجودی هم نوع خودش رو بداره، که انسان گهگاه میبینیم این کارو بدون هیچ دلیلی انجام میده. شما بلش کن بذار یک کارتون ببینیم بشوره ببره پایین. نه نگاش کن چقدر خوبه. بفرمایید کارتون چقدر خوبه. کارتون نگاه میکنی؟ ما هر روز با خلیلزاده این ساعت میشینیم اخبار نگاه میکنیم، امروز به دستور ایشون داریم کارتون نگاه میکنیم. ساعت چنده؟ من ساعت ندارم. به به آقای مشیری، ساعت آب گرم. ساعت آب گرم غلطه، باید گفت صحت آب گرم، به معنای آرزوی سلامتی و تندرستی برای طرف مقابل. احسن، ما که البته جمعیان آرزویی نداریم غیر از سلامتی جناب آقای مشیری، از بس که این مرد پاک دسته. پاک دستی خودتونه؟ نه به جان برام، راست میگم، شما عین برادرم میمونی. یه وقت اگه کاری داشتی نگی، من ناراحت میشم. خیلی ممنون. چیزی ناراحت میشه برام بهش نگی؟ آخه همه چی هست. آقا چطوری همه چی از شما از زندان با یه شلوار و پیرهن و 15500 تومان پول اومدی؟ مگه میشه همه چی باشه عزیزم؟ ما مردیم. البته اگه یه تلفن داشته باشین، یه موبایل به من بدین، من خیلی خوشحال میشم. میخواین چیکار؟ میخوام تلفن کنم دیگه. بله چشم. راستی شما قفل رو عوض کردید؟ بله بله. چطور مگه؟ همه کلید دارن. روزها به هر حال همیشه کسی هست که در رو باز بکنه. یه قانونی ما وضع کردیم تو این عمارت که از ساعت 12 به بعد درها قفل میشن. خب اگر کسی بخواد بعد از ساعت 12 شب بیرون بره، چیکار کنه؟ معمولا اینجا بعد از ساعت 12 کسی تردد نمیکنه، اما اگر شما میخواین تشریف ببرید، من میتونم کلید در اختیارتون بذارم یا در براتون باز بکنم. خیلی ممنونم. من دو تا تلفن میکنم میارم براتون. ممنونم. ببخشید. دیدین فیلم قتلشو؟ دیدین مشیری رو؟ فیلم قتل نادر مشیری دیگه چیه؟ بابا همین فیلمی که آتوسا خانم گوشت بود تو گروه دیوار به دیوار، دیگه چطور ندیدین؟ بابا چه ربطی به آقای مشیری داره؟ من اینو نمیدونم. آقای من این چه حرفیه میزنی جناب سرهنگ؟ آقا نونمین کیه؟ نادر مشیری کی از زندان فرار کرده؟ نادر مشیری کی میخواد 12 شب بعد بره بیرون؟ نادر مشیری کی قاتل؟ نادر مشیری بابا. پس اون قاتل نادر مشیریه. اون فیلم انقدر بی‌کیفیته که هیچ چیزی توش معلوم نیست چی به چیه. اتفاقا من یه دونه با کیفیتشو دانلود کردم، خیلی خوبه. نگاه رو من دیدم خلیلزاده جان، نگاه کن ببین چه جوری رانندگی میکنه. از وقتی جرایم و راهنمایی رانندگی سنگین کرده، اصلا کسی دیگه خلاف نمیکنه، همه بین خطوط. راست میگه، اینو من قبول دارم. الان یه دوربینایی هم آوردن نقطه زنه، دیگه همه باید بین خطوط حرکت کنن. اگر کسی بخواد اینور اونور بکنه، خیلی ریسک کرده، جریمه‌اش خیلی زیاده. به هر حال با یک چنین فیلمی نمیشه کسی رو قضاوت کرد. نمیشه. آقا باشه، اصلا ایشون داره درست میگه. یه درصد احتمال بده ما با یک قاتل زیر یه سقفیم، چه کنیم؟ سرهنگی بگو. اگر شواهد باشه، اگر دلیل باشه، به پلیس زنگ میزنین، گزارش میدین. من نمیفهمم، یا ایشون داره یه چیزی میگه که من نمیفهمم. آقا شاهد این بالاتر. من هیچ اعتمادی به این فضای مجازی ندارم. خبر رو توی روزنامه، تلویزیون و رادیو دریافت. در شما بعیده با این تحصیلات. راست میگی بابا جون، الان فضای مجازی یه طوری شده که هر کی اون ور دنیا یه
عطسه کن، این ور دنیا بهش میگن عافیت باشه. آفرین آخری زاده. آقا دنیا داره ثانیه‌ای پیشرفت میکنه، سرنگ کجایی؟ آقا اصلا من نفهم، من بیشور، من بیسواد، مسائل دارم میگم بهتون، میگه صحیحه. آقا این مشیری برای چی تلفن منو گرفت رفت؟ مشیری برای چی آمار ساعت 12 شب به بعدو گرفت؟ میخواد فرار کنه؟ نگید برام نگفت، دلخورم من نشید. سرهنگ این تلفن گرفت رفت با رفیق شماهنگ کنه، فضای فرارش آماده کنه. علیزاده باهوش. یک ضرب المثل قدیمی هست میگه یک بار صبر بکن، هزار بار افسوس نخور. برای یک ویدیوی نامعتبر نمیشه به کسی انگ قطع زد. یالله بفرده تقصیر شما سای جناب سرهنگ چهرباز. جناب سرهنگ چهرباز بابا این گروبان هم نیست. تو چی میگی جلو جناب سرهنگ؟ تو گروبانم نیستی جلوش، کارشه، چتر‌باز بزرگه. شیر بهرام من که شنیدم شما چی رو به کی گفتی؟ ببخشید جلو شما گفتم، ولی بعد بهش میگفتم بدونه. اما برگشتم بگم که اگر ثابت بشه ایشون همون قاتل فراریه، در کسری از ثانیه کت بسته تحویل پلیس. به جان بهرام کوچکترین شکی به توانایی شما من ندارم. تو که وجودشو نداری؟ بابا زشت بود جلوش، زشت بود جلوش، چی رفت نزن دیگه؟ آزد بهرام، نزن بهرام، من بهرام تو خالی بزنم، من احترام موی سفیدو شدم، بزن بیا. زد؟ زد بی معرفت میزنی؟ نامه جوسفا، من شی انجنیر سیویل، چی پو بو کنسیلیه سور لی شانتیه؟ نا؟ محمد C'est vous l'avocat. Vous êtes l'expert. داره خارجی حرف میزنه. داره رمزی صحبت میکنه که ما نفهمیم. شیخ ببینم چی میگه. مگه شما متوجه میشین چی میگه؟ ببخشیدا. مثل اینکه شماها یادتون رفته من زبان آلمانی رو عین زبان مادریم بلدم. خب حالا چی میگه؟ چقدر لهجهش بده. بعدم نیست، افتضاحه. فالوورهای محترم، آنچه شما همکنون در حال مشاهدهش میباشید تصاویریست از نون میم که در حال صحبت با خارجه برای ایجاد زمینه فرار میباشد. اگه شما دوتا گذاشین من بفهمم این چی میگه. الان شما میشنوین چی میگه؟ پس نه، داره یه چیزی راجع به سفر میگه. سفر؟ بیا دیگه، میخواد در بره. بهتره برم تحقیقات میدانی. آتوسا، اگه از من فیلم بگیری، هم خودت هم موبایل تو میندازم تو دیگه اسید. فهمیدی؟ من خیلی خشنم، فهمیدی؟ نه نمیگیرم کیان. یعنی ممکنه منو بندازه تو دیگه اسید؟ از پارمیدا خانم هیچی بعید نیست. نوش سپاسه وول اکسپر. J'attends votre coup de fil. Merci. Au revoir. خوب هستین؟ خیلی ممنون. خب شما لحظتون کجاییه؟ تهرانی دیگه خانم. نه اکسانتتون رو میگم. آخه میدونین من به چند زبون زنده و مرده دنیا مسلطم. برای همین یه ذره اکسانتتون عجیب اومد برام. بله. الان شما متوجه شدید من چی میگم؟ تا حدودی. مخصوصا اون قسمتی که راجع به سفر صحبت میکردیم به نظرم خیلی بحث اثرگذاری بود. میدونی اصلا اصولا به نظرم اومد که شما خیلی آدم هیجان انگیزی هستین. فقط موندم شما با این هیجان انگیز بودنتون چجوری نتونستین رای بیارین؟ بله، من اصولا آدم هیجان انگیزی نیستم. خیلی هم دور و بر هیجان نمیگردم. یه گوشه معمولا کار به کار کسی ندارم. همیشه تو فیلم‌ها همین جوریه. فیلم ها؟ این آدم خلافکارا ظاهری خیلی آرومی دارن. خلافکار؟ حالا ولی به نظر من بهتره که شما روی این لهجه و اکسانتتون یکمی کار کنین. اکسانت آلمانیتون خیلی بده. خیلی. چشم حتما رو اکسان آلمانیم کار میکنم، ولی من الان داشتم فرانسه حرف میزدم. حالا بله خالی بند. پوران خانم چی شد؟ آقا برام همینجوری که نمیشه راجب مردم نظر داد و راجبشون قضاوت کرد. حالا خودش میاد یه توضیحایی میده، معلوم بشه چی به چی.
خانم چه حرفیه شما میزنه؟ کدوم خلافکاری تو دنیا میاد توضیح بده خلاف کرده؟ بابا حرف منو گوش بدید، این آدم هفت خط بلفطر قاتله. من یه مقاله خوندم راجع مشیری؟ مشیری کیه؟ مشیری کیه خانم؟ پس با کی رفتین حرف زدین؟ آها نه نه نه، این مقاله راجع به کلماتی بودن که بار منفی داره. خب چیکار؟ چی؟ مثل همین که شما گفتی. نه نه، هفت خط بار منفی داره. نه فراموش نکنین بار منفی داره، به جاش باید چی بگین؟ چی میگم؟ یادتون باشه. یادتون باشه مثبت بارش. بله بارش مثبت. توی مقاله نوشتم. تو مقاله. آره. آفرین، خسته نباشید. باشه خب. نگم. خسته نباشید. نه نباید بگی. خسته که خودش بار منفی داره. آره. باید چی بگین؟ باید چی بگم؟ خدا قوت. خدا قوت. خدا قوت به شما و کسی که این مقاله رو نوشته. خانم ول کنی الان مشیدی چی شد؟ میدونی میخوام چیکار چی کنم؟ میخوام این مقاله رو بذارم تو گروه دیوار به دیوار، همه بخونن، ازش استفاده کنن، لذت ببرن. اومدش. جانم خانم عربشمی. خدمت. آقای مشیری، از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتیم بسیار سپاسگزار و ممنونم. کارش میکنم. خانم مگه میزه گرده؟ نه دیگه، من از همون عبارات مثبت استفاده کردم. اگه میگفتم ببخشیم مزاحم شدیم خیلی بار منفی داشت. خدا قوت. آقای مشیری، بله، من و دوستانی که تو این ساختمون زندگی میکنن مسئله شون اینه که شما چطور زود آزاد شدید. خانم زود بود؟ به من یه عمر گذشت. بسیار متاسفم، ایشالله که بعد از این شادی و خوشحالی داشته باشی. خیلی ممنون. جسارتا منظور ایشون این بود که شما چطور از زندان آزاد شدید؟ خانوادم سند گذاشتن اومدم بیرون دیگه. یعنی شما فرار نکردین؟ خانم کی از زندان میتونه فرار کنه؟ تصادف نکردین؟ نه به کسی نزدین. چه سوالی میکنی؟ به کسی نزدین؟ خانم اصلا رانندگی نمیکنم، ماشین ندارم اصلا. چرا این سوالا رو میپرسین از من؟ یه لحظه اجازه بدیم. این پوران خانم یه خوابی دیدن، زبونم لال. شما تو اون خواب تصادف کردین. خوابای پوران خانم هم ردخور نداره، دلیلش اینه. احتمالا تعبیرش این بلاهایی که داره پیاپی سر من میاد دیگه، شکستایی که میخورم. نباید از کلمه شکست استفاده کنید، بار منفی داره. باید بگید تجربه کسب کردم. تجربه تلخی کسب کردم. بله اینو میگم. ببخشید من یه لحظه. الو موبایل منه. بله ببخشید نظرم دیدی خانواده سند گذاشتن اومده بیرون. شما باور کردی که خانواده سند گذاشتن؟ بابا این داره دروغ میگه، این داشته فرار میکرده، مأمور بدرقه دنبالش کرده، داشته در میرفته، رفته دم خونه دوستش، ماشین دوستش رو گرفته، با ماشین دوستش زده، آبه رو نفله کرده. مگه برای ما مهمه کدوم ماشین بوده، با ماشین کی زده؟ مهم اینه که این قاتله. صبر کن، میگه ماشین نداره، اصلا سوار ماشین نشده، تصادف نکرده، به کسی هم نزده. خانم شما که از عسل من راحت‌تر گول میخورید که، اینقدر که ساده اید. عسل که؟ بابا عسل بابا دیگه، بابا بچه‌م داره به دنیا میاد خانم. یعنی شما منو با بچه که هنوز دنیا نیومده مقایسه میکنی؟ من چه حرفی زدم؟ آره. بابا من منظورم این نبود. چرا گریه میکنی پوران خانم؟ چه گرفتاری شدی؟ مقدس عالیه ساختمون. نباید از کلمه گرفتار استفاده کنی، باید بگی دوچار مسئله شدم. دوچار مسئله شدم. کسیف هوای تهران. خوب شدم، ممنونم. آهای لعنت بهت. چی گفتم؟ بهرام نگفته بود این میخواد فرار کنه؟ بلیط یه سرش هم گرفت. اصلا با این کار با یه تیر دو نشونم میزنه که، هم از دست طلبکاراش در میره، پول ما رو نمیده، همین قضیه قتل و ماسبالی میکنه میره. مشیری بو ببره ما فهمیدیم چی کار کرده، هممونو پیچونده فلنگ و بسته ده در رو. اصلا من قماش اینا رو میشناسم بچه‌ها.
اینا قتل اول برشون سخته، قتل بعدی قلق میاد دستشون، دستشون راه میفته دیگه، هر کی از پرشون رد چه میتونن چهار شقش میکنن نامردا. ببخشید مگه اینجا شهر هرته که یه قاتل واسه خودش تو سطح شهر بچرخه؟ پلیس دو سوته دستگیرش میکنه. بابای من همیشه میگه تهران یکی از امن‌ترین شهرهای دنیاست. از اونجایی که هر چی شما و بابا بگین صحیحه، من کلیه حرفامو پس میگیرم کیان خانم. احیانا پدر در مورد ازدواج جوانان و تسهیل این امر فرمایشاتی گفت. بلکنین این حرفا رو، من همه جا پخش کردم که مشیری قاتله. الان 1200 نفر میدونن که مشیری قاتله. آقا چه جونی دارن این خلیل‌زاده؟ زنگ زدی به همه گفتی؟ نه نه نه، تو صفم گذاشتم. 1208 نفر بازدید کردن خبرو. دوستان ما باید همه هم مقممون رو بذاریم مشیری فرار نکنه. ببینید چی میگم. چرا زنگ نزنیم پلیس بیاد دستگیرش کنه؟ برای اینکه پولمون دستشونه خانوم. فکر کنید هرچی به زبونتون میاد نگید. آقا این الان بیفته زندان به چه درد ما میخوره؟ ما دستمون دیگه به پول میرسه، بدبخت میشیم. ما بعد هر کاری میتونیم بکنیم از این یه سری مدرک جمع کنیم، با این مدارک وادارش کنیم که پولامونو به اون بده، بعد بره هر غلطی دوست داره بکنه بکنه. آقا بهرام، من اصلا راجب شما اینطوری فکر نمیکردم. به خاطر 2000 پول میخوان قاتل رو ول کنین بره؟ 2000 پول بود؟ فهم میکنی یادم نیست برای 500000 تومن خانواده تو از هم داشت میپاچید؟ بابات با مادرت صحبت نمیکرد در روز؟ به این میگین 2000؟ 150 میلیون پول خانم، هرچی داشتم و نداشتم فروختم، اصل بابا داره به دنیا میاد، کک تو جیبم نیست؟ بعدم من میگم آقا پولمون ازش بگیریم، بعد تحویل برادرای زحمتکش و پلیس بدیم. ببخشید من با شما بعد صحبت کردم، عصبی شدم. آفرین، این شد یک برنامه درست. ما اصلا نمیخوایم که ولش کنیم بره، که ما میخوایم اول پولمون ازش بگیریم بعد بدیمش دست برادرای زحمتکش پلیس. آفرین آفرین آقا، آفرین آفرین. ای بابا تو این شرایطم دوباره میگی آفرین، خوش تو خالیام به من نمیگی. کوزامیات کی بین شما میدونه پاس دادن یعنی چی؟ من میدونم دیگه. بگو پاس. خاک بر سرت. شما ببینید بگو بگو بگو. خاک بر سرم، مول شدم یادم رفت. آخرین گزینه یعنی نگهبانی نوبتی. آفره پاس دادن یعنی مراقبت کردن، یعنی پوشش دادن. ما الان بعد همین کار رو توی امارت انجام میدیم، تقسیم میشیم. زامیاد و آرمان اتاق نشیمن، آشپزخونه، اتاق تلویزیون. خب گرفتی؟ مفهومه؟ مفهومه. میفهمی چی میگم؟ آتوس خانم، جیان خانم، شما تو امارت به صورت سیار میچرخید، خیلی نامحسوس. هر جا فرصت پیدا کردید از این مشیری فیلم میگیرید. فیلم هر چی بیشتر برای ما بهتر. پیچیده نیست؟ خیلی. میخوای تو آرمان برین آشپزخونه؟ گفتم شما کاری که من میگم میکنید، فرمانده منم. حالا پست شما چی مثلا؟ پست من چیه؟ من باید فرماندهی کنم، بالا رو پوشش بدم، چند تا دست دارم. بابا منم یه جون دارم دیگه. سلام جان. برین سر بوزای خودتون. اتوس اون وری باید این براتوس خان، تو از همی الان اولی محمد اینجا مستقر بشم. منو برای چی مستقر بشی؟ هنوز من اومدم اینجا بمونم چون از تو و اصل بابا باید دفاع کنم جلوی این قاتل بلفطره. میدونم عامله، میدونم به من حساسیت داری، ویار داری، ولی این تو بمیری یا اون تو بمیری یا نیست، من رو یادت افتاد؟ همه اینا رو فراموش. نمیفهمم چی میگی. قاتل اومده پشت در. هیچی نیست، من اینجا، من اینجا برام اینجاست، نگران نباش. من از برام چیکار کنم؟ ده در میدن خودت در وا کنی. من از داده پاشم در وا کنم با این وضعیتم. من از من فرمانده عملیاتم برم. حالا یه چیزی برام بیفته دیگه، بعدش عملیات چی میشه؟ من از برو بگو برام خوابه. بهرام سلام آقای مشیری. سلام خانم، خوب هستین؟ نه اصلا. چرا؟ درد سر سکته میکنه. ای بابا خیر باشه. بله مرگ و زندگی دست خداست، ما آدم ها فقط وسیله ایم. من اصلا نگران خودم نیستم. بله برام خان هستن؟ نه نیستم. نه خوابن. و همین زودی خوابی؟ بله بله زود میخوابن. اگه کاری داریم به من بگین. نه بعد به خودشون بگم. خیلی ممنون. بله ببخشید متشکرم. تو اومده بودی از من دفاع کنی؟ مرحله اول عالی رفتیم. بزنی چا؟ بزنی چا؟ منو فرستادی برم اون قاتل هست. پس من بعد میرفتم، تو نیروی من بودی. منو منو
پوشش خودت کرده بودی. پوشش یادم رفت برای توضیح بدم، ازت عذرخواهی میکنم ولی عالی بود. برو بیرون. معناز یعنی چی؟ برو بیرون. معناز چرا برو بیرون الان بود میچسبه توشک، بعد دیگه توشک رو ببرم تو حیاط آتیشش بزنم. معناز یه لحظه برای اجازه بده. به جون معناز نیم ساعت، جون برام نیم ساعت. من 7 ماه کمرم توشک خوشخواب ندیده. فقط معناز زنی، معناز نه اصلا، معناز این که معناز شیدایی بوسه رو داغون میکنه. معناز باش، معناز یه غلط بزنم، یه غلط جون برام آقای مشیری، یه قلط میخواستم لعنتی یه قلط آقای مشیری بریدم. من از اینا یاده باشه. من همه مداره که توش کلن همه کیفا بده بیاره دیگه، امروز لازم دارم. پک بگیر خب. نمیخوام بابا، تو که وضعیت منو میدونی، بذاره به من دقت کن دیگه. باشه منتظرم، خدافز. برام بیه 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 بیه. من آقا؟ آره آره. بیدار شدی؟ من اصلا 2 دقیقه میخوام بیدار میشم دیگه، سر حال کافیمه. باشه ممنون از موبایلت. آخه من اینو دیگه از شما نمیگیرم که برای شما. آخه من لازمش ندارم. نه نه آخه من آقا اصلا کسی به من زنگ نمیزنه خدا شاید. هیچ کس به من کار نمیزنه. من آدم بدبختم. موبایل برای شماست. نه فقط یادت باشه من این تلفن خارجی باش دادم. قبضت که اومد به من بگو من پولشو بدم. فدای تارمو آقا، این حرفو چی حالا میگم؟ پس میگیرم ازتون. ولی من لازمش ندارم. من میخوام برم داروخانه یه دقیقه. خب اصلا آقا این من تو کلی بازی توش دارم. همینج بازی کنیم برین داروخانه. خیلی اهل بازی نیستم. اهل بازی. خب اصلا زنگ میزنم به دوستای قدیمیتون. اصلا زنگ میزنم مزاحم میشین. نه یعنی میگم که ببرین که من که نمیخوام اینو، که الان واقعا نیازی ندارم. بعد اصلا دیگه من اینو نمیگیرم از شما، حقیقتش دستم نمیگیرمش. چرا میمه تیفوسی هم؟ همچی جسارتی نکردم. یعنی میگم این الان این گوشی دست شما بوده دیگه، کلی مدرک توشه. من نگه اصلا من تو اندازه این گوشی و مدارکش دیگه. بابا من یه دقیقه میخوام برم تو داروخانه و بیام. چی من لازم ندارم اصلا دیگه اینو. داری میرین داروخانه؟ خب چیز کنی آقا، اصلا شما نرین داروخانه، من میرم براتون میگیرم میام. سری باشه. نه بابا خودم میرم، هوا خوبه. یه دقیقه میرم یه قدمی هم زدم داروخانه زر گوشه. شما نرو دیگه، اصلا هوای خوب چیه؟ شما میری الان زندانم بودی، حالت بد میشه. من میرم یه دقیقه ماشین میگیرم براتون میارم. میگه ماشین برای چی؟ تا استارت بزنی این کارا رو بکنی من دارم میرم. مشکلت الان استارت ماشین منه، انقدر با من بحث نکن، تعارف میکنی با برام. من میرم میگیرم آقا، اصلا میخوای خلاص برم استارت نزنم؟ میخوای پیاده برم آقا بگیرم بیام. الان تو پیاده بری من پیاده برم چه فرقی میکنه؟ آقا فرقی که نمیکنه، ولی من خیره سرم ورزشکار بودم، شما از زندان اومدی شوشت آمادگی نداری میری الان آقای خوب بخوره تعجب میکنه. آقا من میرم دیگه. آقا این خلیزاده و دلپاک و زامیادم یه ذره سنتی هنو فکر میکنم. شما برو پایین، از اقی مشکلی پیش نیاد. بازم حالا من مشکلی ندارم. بری آتوسا چی شد؟ چند نفر دیدن؟ فیلم خارجی حرف زدنش 1800 بار بازدید داشته، 36 بارم به اشتراک گذاشته شده. فیلم خرید بلیت هواپیماش 1019 بار بازدید شده، 42 بار هم به اشتراک گذاشته شده. اینا همه فالوورای تو هم؟ بله قابل شمارم نداره. آتوسا نزدیک 2000 تا فالوور داره. چه غلط ها؟ اینقدر بدم میاد از این شهرت‌های کاذب. این روزا هر کی از مامانش غرق می‌کنه سلبریتی میشه. ستاره باید یه ویژگی خاصی داشته باشه، همینطوری که نیست با عینک. ببخشید من از مامانم که غرق نکردم طبیعتاً، ولی من ستاره‌ام نیستم، سلبریتی نیستم. من فقط مطالب روز و جدید دنیا رو می‌ذارم توی صفم، برای همینم فالوور زیاد دارم. شما این کارو بکنید فالووراتون میره بالا. یعنی می‌خوای بگی مطالب من جذاب و به روز نیست؟ نه حالا ببینین، خب 5 تا لایک خورده دیگه. 5 داشتم که یکیش خودتونه، یکی آقا زامیاد، یکی هم مهری جون. مامان من تازه قلبم گذاشته. قلبم خیلی هم جذاب پستای من. اصلا شما فکر کردین این شهرت ها برای من مهمه؟ بله واقعا که این چیزا اصلا ارزشی نداره. الان مردم دارن لحظه به لحظه اخبار یک قاتل فراری رو از طریق ما دنبال میکنن. تو گفتی 2000 تا فالوور داری؟ همین حدودا، قابل نداره. یه لایف بگیر. بچی؟ بچه جون وقتی بزرگترت بهت میگه یه کاری بکن، بگو چشم. یه لایف بگیر. پارمیدو جون ببخشید من دخالت میکنم، ولی چون صفحه شخصی خودشه خب باید بدونه برای چی شون. یعنی همین فضاهای مجازی نسل شماها رو پررو کرده ها. من پررو نیستم. لایف بگیر. نکته آموزنده است. خب حاضرین؟ من آمادم.
سه دو یک بفرمه. سلام خدمت دوستان عزیز و فالوورهای نازنین، من پارمیدا گلچین هستم از نیاوران، متخصص انتریور دیزاین و طراحی داخلی ساختمونها، منازل و دفاتر. اگر شما میخواهید که منازل و دفاتر خودتان را با کمترین قیمت و زیباترین طراحی ها دیزاین بکنید، با شرکت پارمیدا دیزاین به مشارکت زامی تماس بگیرید. شرکت پارمیدا دیزاین، طراحی برای تمام فصول. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت parmida.khavar.com. جنایی ندارم، اگه اجازه بدین که من رفع زحمت کنم، درس دارم. بشین داریم یه فیلم نگاه میکنیم با هم دیگه. بعد قلقی ها خوبی تو؟ ها؟ خوبی؟ بله، فقط این که من خیلی آرزو دارم آقای مشیری، من عاشق زندگیم. آفرین. اینکه یه جوان انقدر شوق به زندگی داشته باشه، انقدر عاشق زندگی باشه، واقعا خیلی خوبه. بله بله، خیلی خوبه. میدونی من تنها امید پدر و مادرم هستم. پدر و مادر من آدمای خوبی هستن. اصلا هم از شما بدشون نمیاد. حتی حاضرن از پول خونه بگذرن. منجی بیم پسر، من از زیر سنگم که شده پول خونه تو پول خونتون در میارم بهتون میدم. آقای مشیری پول خون به چه درد ما بخوره؟ آخه من هنوز جوونم. پول خون چیه؟ انقدر نگران نباش پسر، خوب نیست به سن و سال تو انقدر یکی هرس بخوره. بله بله واقع. خیار بخور. بله. آه زنگ زدم، من برم درو باز کنم؟ نه خودم میرم، برای من این چیزی بودم. خیار بخور. حالی چطوره؟ سلام برام، بیا قرص آقای مشیری اومدن. بله آقا مشیری بفرما. خیلی ممنون برام جان. آقا مشیری قرص اعصاب میخورین؟ دیگه بابا هر کی جای من بود کارخونهشو میخورد. بله من حد میزنم سر آرومم به بالین نمیذاری، درست میگم؟ خیلی بد میخوابم من اینجا. آره ایشالله فردا جا به جا بشم درست میشه. اه پس دارین فردا جا به جا میشین درسته؟ آره دیگه فردا با امید خدا. سیم کارت من کو؟ ما بریم پیش بقیه. آره فکر کنم. امری ندارین؟ بارو بندی رو جمع کرده داره میپیچه به جاده. دولاراش هم خریده، پرنده پرید. به هر حال ایشون با سند آزاد شدن، ممنوع الخروج هم هستن، کجا برن؟ سر اگه اینا هفت خطن، آقا شناسنامه جعلی زده، جلوی ما گفتانه میرسه دستش. ای بابا با شناسنامه که از کشور خارج نمیشن که، گذرنامه لازمه بابا جون. زمینی خودشو میکنه تو پوست گوسفند، بهبهکنا میپیچه میره دیگه. مشیری کلاسش بالاتر از این حرفاست، بخواد بره تو پوست گوسفند. اونی که من شناختم احتمالاً هواپیما میدزده. ولی منم با یه خورده آشنایی که از آقا مشیری دارم، بعید میتونم از این کارو بکنم. اورا خانوم، خودم رفتم 10 تا داروخانه قرص به من گفته بود بگیرم، 10 تا داروخانه شهر من گشتم پیدا نمی‌کردم. چرا؟ قرص مال آدمای عصبی حاده، آقا یارو دیوانه است. اصلا نه خلافکارا و قاتلا یه تختشون کمه. حالا نمیدونم اول دیوونه بودن بعد خلافکار شدن، یا خلافکار شدن بعد دیوونه شدن، اینو من نمیدونم. یعنی همه این کارهایی که کرده برای هیجان طلبیش نیست، برای دیوونه کیشه؟ آره دیگه خار دیوانه است دیگه. آدم سالم که دنبال کار شهر نمیره، آدم سالم اصلا دنبال کار نمیره. منو ببین نشستم یه گوشه دارم نون ماستمو میخورم. به هر حال شیر بهرام جانم. شما این مدت که با ایشون نشست و برخاست داشتید و اینور اونور رفتید، هیچ چیز مشکوکی از ایشون ندیدید؟ چطوری ندیدم جناب سرای؟ فقط منو میبره کجا؟ دم آژانس هواپیمایی، دم آژانس مسکن، فقط جای مشکوک. خب اونجا چیکار میکرد؟ رفته فرارش رو برنامه ریزی کنه.
ولی من یه مورد مشکوک دیدم. چی؟ داشت به صورت رمزی با یه نفر آلمانی حرف میزد. خب شما که خودت استاد زبان آلمانی هستی متوجه نشدی اون چی میگه؟ دارم میگم رمزی دیگه پوران جون، یه جوری حرف میزد که من فکر کردم فرانسویه. یه تلفنم کرد به یه نفر، بلیط یه سر سفارش داد. بفهمم سرهنگ، تمام شواهد داره میگه که اون قاتل فراری جناب آقای مشیریه. بلند شد جناب سرنگ، دست رو دست نذار، به پر پایین دستگیرش کن، یه زنگم به پلیس بزن، ما از همین بالا مواظبتی. آقا این قاتل نبود، من برام رضایی نیستم. این خواهد توی نشون کناتری نیاورون رو بگیرین و با من آشنا. من میشناسم چند تاشون رو، اونا دیگه. الو کلانتری نیاوران، سلام عرض کردم جناب سروان، من سرهنگ دلپاک هستم. بله البته سرهنگ بازنشسته. بله بله، خیابان نیاوران، نبش شیرین، شماره 9. تک زنگره. بله جانم، تلفن‌های بیمورد از این آدرس. بله ایشون خانم پوران ابریشمی از ساکنین اینجا هستند. ما مشکوک به دور از جون فوت ایشون بودیم و مشکوک یعنی به قتل ایشون بودند. بله اون موقع تماس گرفته شده بود آقای آرمان خلیلزاده. بله ایشون واقعا آدم ربایی شده بودن، گروگانگیر. نه گوشی خدمتتون باشه جناب سرم، خیلی عذر میخوام، گوشی خدمتتون. کسی از اینجا زنگ زده گفته که اینجا سوسک داره. بله معنا زده چون میخنده، معنا سوسک دیده زنگ زده پلیس. برای سوسک آدم واقعا برای سوسک به کلانتری زنگ زده. چطور نمیزنه؟ اجازه بدید زن ترسیده زنگ زده پلیس، پلیس امتر اینجاست. بله بله روسیاتی که شانه پیشرفته است. بله بله میخواستم در مورد یک مورد جدید با شما صحبت بکنم. بله حتما خبر دارید در مورد اون زندانی فراری که در واقع در حین انتقال از دادگاه به زندان یا از زندان به دادگاه فرار کرده بوده و بعد با یک عابر پیاده تصادف میکنه که باعث مرگ اون عابر پیاده میشه و ایشون بعدن متواری میشه. بله نشنیدید؟ فیلمش همه جا فیلمش بوده همه. میفرستیم براش؟ استعلام میگیرید. بسیار خوب، به هر حال جناب سروان الان یک مورد هست در منزل ما با همون خصوصیت‌ها، یک فرد اینجا هست. بله بله پس بعد از استعلام با ما تماس بگیرید. بسیار دلر کرده داره خدا. گفتم استعلام میگیرن به ما خبر میدن. ولی اون لحظه‌ای که اینجا رو محاصره کنن دیگه خیلی هیجانش زیاد خواهد بود. خب چم شد؟ برادرا پس میان دیگه ها. نگفتن چه جوری میبرنشون؟ پلیس چه جوری میخواد استعلام بگیره؟ یعنی به ما اعتماد نداره؟ اعتماد مردمش؟ به مردمشون، به خونه ای که زنگ میزنه به کلانتری برای حضور سوسک در خانه اعتماد بکنن. حرفی میزنید شما؟ آقا خب میومدن خودشون میدیدن سوسکو با چشم خودشون. نداشتیم وقتی بیرون رفتن. هر بابا بیا پایین، بابا خود عزیز من کتککاری نکن. وای بابا جایی تشریف میبرید؟ بله میخوام برم بیرون، ولی در قفله. خانم پارمیدا درها رو قفل کرد. بله ساعت که هنوز 12 نشده که. قانون جدیده آقا، من کار دارم باید برم بیرون، لطفا درها رو باز کنید. آقای مشیری باشه جناب صاحب، میخوایم بزنیم بره؟ من منتومن باهاش میرم مراقبشم. تو میخوای مراقب من باشی؟ آره من میخوام. اصلا برای چی باید کی مراقب من باشه؟ جناب مشیری اگر کاری دارید بعد موکول کنید به فردا، امشب تا صبح شما تحت نظر هستید. بله. شما منو تو خونه حبس کردید، بهم هم نمیگید چرا؟ نکن. چراش که معلومه عزیزم، دلیلشو خودت بهتر میدونی. عزیزم من هیچی نمیدونم. عزیزم وقتی یه عده آدم بهت میگم بمون مثل بچه آدم بمون، مثل دهنم وسته باشه دیگه. من درست صحبت میکنم. عزیزم با تو درست صحبت میکنم. زمین بزنش. عزیزم برای من صدا تو بلند نکن، صدای من از همه تو بلندتره. نه دیگه نه 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 واسه بچه سرزمین داد دیگه نه. شیر بهرام، شیر بهرام بیا ببینم، بیار آروم بیار ببینم.
یک کلمه. جناب سرهنگ به هوش اومد. ببین جون بخوری جوری میزنم دیگه پانش. آرمان جان خشونت به خرج نده. بذار ببینیم چیکار باید بکنیم. پسرم به هوشی میبینی؟ میشنوی؟ آره چرا اینجوری میکنی؟ چرا منو بستی به صندلی؟ مگه قاتل گرفتی؟ دیدی خودش اعتراف کرد؟ ما که حرفی نزدیم. خودش گفت من قاتلم. فیلمشو گرفتی یا نه؟ میگیرم آقا. شما مطمئن باش من اینقدر فیلم میگیرم 2 دقیقه دیگه میذارم رو نت. یا منو باز کنی یا از همتون شکایت میکنم. جناب مشیری خواهش میکنم. جناب مشیری یک شرایط استثنایی بحرانی و کمی خشونتبار ایجاد شد که خود شما توی ایجادش دست داشتی. من چیکار کردم؟ اصلا نمیدونم چرا توی این وضعیتم. نمیدونی چرا توی این وضعیتی؟ چه فیلمی هستی تو؟ کی بلیط یه سره گرفته؟ شما کجا میدونم بلیط یه طرفه گرفتم؟ ای ناقلا تو فکر کردی ما خبر نداریم میخوای چی کار کنی؟ ما از همه چیک و پوکای تو خبر داریم. ما میدونیم میخوای فلنگو ببندی بری. کجا برم؟ من یه داروخانه میخواستم برم اینجام رفت. بله درست میان. من فیلمبردار این کار هستم. من بهرام رضایی هم بچه سلسبیلم. دیروز نذاشتم این قاتل فراری بره، خودم رفتم داروخانه و دوست دارم که این فیلمو لایک کنید و همرسانی کنید. چی داری میگیری؟ حالا کجا میخواستی بری آقای مشیری؟ ها جنوب فرانسه؟ جنوب آلمان؟ کجا شرق غرب استرالیا؟ بگو آقای مشیری. شما همه تون یه چیزی میزنین نه؟ درست صحبت کن با خواهر من. درست حرف بزن. مال مردم خورک فراری مجرم قاتل این بچه. آرمان جان خواهش میکنم داد نزن. این داد زدن ها به خشونت میانجامه. ما باید صبر کنیم تا پلیس بیاد قضیه رو حل میکنه. سرهنگ شما کجا بودین یه ساعت پیش که همین آقا با چاقو اومد بالا سر من، تهدیدم کرد به قتل، گفت پول خونتم میدم. من کی همچه حرف زدم؟ توهم. تو اینو نگفتی به من؟ بابا دیوانه است این پسره. ببین من اعترافگیری نرم انجام میدم، آرمان اعترافگیری زبر انجام میده، خاورم کلن فیتالیتی میزنه فینیشیم. خودت انتخاب کن چجوری دوست داری حرف بزنی. اعتراف کن. به چی اعتراف کنم؟ من کاری نکردم. جناب مشیری 3 تا سوال مشخص هست. 1 اینکه شما چرا بلیط یک طرفه گرفتید؟ 2 چرا درخواست شناسنامه دادید اونم از کسی که نمیشناسید؟ و 3 چرا شناسنامه جعلی؟ در تایید حرف شما ببینم تو واسه چی لباس گرم توی ساکته؟ چرا وقت و بی وقت داری تماس میگیری به خارج از کشور؟ ببر بگو ببینم. خب اینا رو مثل آدم از هم اول بپرسین دیگه. حتما باید بگیریم بزنیم ببندیم. عزیز من قاتل عزیز الان داریم ازت میپرسیم، پس لطفاً درست جواب بده، مغالطه نکن. خب فیلم داره همینجوری میره، مردم چی دارن نگاه میکنن؟ بگو یه چیز هیجان انگیز، بگو چرا میکشی. جواب بده درست. همسر سابق من پسرمو با خودش برده فرانسه. من دارم سعی میکنم حضانت دانیالو پس بگیرم. شناسنامم مال پسرمه، یکی از دوستانم داده به یه مسافر که از طریق ترکیه داره میاد تهران، شناسنامه رو به خودش بیاره. الانم من باید فرودگاه باشم که این شناسنامه رو ازش بگیرم. تلفن‌های خارجی هم مال وکیلمه، با وکیلم دارم حرف میزنم. یه قضاوت با خودتون عزیزان. اتفاقا شالگردم خوشگله و اون دلرارم برای دانیال گرفته بودی. اون کیف با محتویاتش خیلی وقت پیش هادیان بوده. من همه سعیم اینه که حضانت بچه‌مو پس بگیرم. آقای مشیری تو رو خدا ادای این پدر خوبا رو در نیار. آره دقیقاً. میدونم خانم شما هنوز پدر نشدی، نمیدونی پدر پدره حتی اگه قاتل باشه. مهربون جناب مشیری من یک سوال مشخص دیگه دارم. فرارتون از زندان رو چجوری توجیه میکنی؟ کدوم فرار؟ کی فرار کرده از زندان؟ آقا عزیز من یعنی چی؟ همه چیش هست، اسناد و مدارکش موجوده. من برگه ترخیص از زندانم تو جیبمه. بیاین نگاه کنین دیگه. آرمان جان نامه رو بده. من بستشو میگیرم. این جیب نه، این جیب. میزنم تو دهنتا. الان که دستت بسته است. زبری نکن آرمان. مثلا یه ذره با زاویه بگید. نه یعنی میگم بله اینجا نوشته شده که ایشون با قید ضمانت از زندان آزاد شده. تاریخش چی؟ تاریخش هم درسته. واه یعنی هم قاتل هم جاهل. خیلی هیجان. دوستان ببخشید من یه سوال دارم، اصلا همه اینا درست فیلم تصادف تکلیفش چی میشه؟ نگید به من که اونم دروغ بوده. فیلم تصادف چیه؟ کدوم فیلم؟ همون فیلمی که اون عابر پیاده رو بنده خدا لکل یه فرا کردی؟ فیلم اون فیلمش هست.
دام بیاد نشون بده بابا. آرمان نشون بده، نشونش بده. یک لحظه اجازه بدید شرایط رو از اینی که هست پیچیده تر نکنید. من میرم با کلانتری تماس میگیرم ببینم استعلام گرفتن. سرای همه کلانتری نیاورون رو پس که آشنای من آشنا. وجدان داشته باشی خفت میکنه. خودتو ننداز رو من نگاه زدی کشتی رفتی. اینا چیه شما نگاه میکنین؟ شکر یعنی واقعا فکر میکنی راننده این ماشین منه؟ نه پس قدرت شبکه های مجازی رو دست کم گرفتی نه؟ تو فضای مجازی خبر مثل باد میپیچه و مثل طوفان میره جلو. بابا این فیلم اصلا تو ایران نیست. ما از این موتورای سه چرخه نداریم اینجا. این تاکسی مال ما نیست. سید اسماعیل میدونه کجاست؟ سید اسماعیل داره، من خودم سوار شدم. کاش فیلم میگرفت. آره. خلاصینم داره. خلاصینم داره. ما همتون دیوونه ایم. درست صحبت کن خودت. ببین اون دا باش. اجازه بدید کافیه. جناب آقای مشیری، بنده از طرف اهالی این ساختمون، این عمارت، یک عذرخواهی بزرگ به شما بدم. بله؟ عذرخواهی؟ بابت؟ پلیس استعلام گرفته اون تصادف در کشور سریلانکا اتفاق افتاده و اون شخصی که شما دارید ازش صحبت میکنید 4 سال پیش اون قتل رو انجام داد. یعنی همه چیز این آدم عادیه؟ شک کرده بودم. 2 نفر آدم نشستن یک سری تصاویر رو به هم ربط دادند و یک سری آدم همون تصاویر رو پخش کردند و برای یک انسان شریف آبروریزی ایجاد کردند. فیلم منو زنده گذاشتین رو صفحتون. آتوسا و کیان عزیز، بله، شما هم یک عذرخواهی بزرگ به ایشون بدید. جناب سر خواهش می‌کنم. آقای مشیری، من از طرف خودم از شما بابت این خبری که پشت سرتون پخش کردیم عذر می‌خوام و من هم به نوبه خودم از شما عذرخواهی می‌کنم بابت فیلم‌هایی که گاه و بیگاه از شما در صفحه خود گذاشتم، گاه داستانی، گاه بومرنگ و گاه زنده. خانم به خاطر لایک زندگی منو بردین زیر سوال؟ به خاطر لایک؟ خدا آروم خدا نکن. آتوسا جان خواهش میکنم تشریف ببرید و تمام اون تصاویر رو پاک بکنید. خیلی بازدید زیاد داشته، حیف نی؟ خواهش میکنم برید و اون تصاویر رو پاک کنید دخترم. خواهش میکنم. آبروی جناب مشیری. بله بله چشم. الو نادر، تو میخوای فرار کنی از ایران؟ تمام فضای مجازی رو فیلمای تو پر کرده. تو من چی کار کردی میخوای فرار کنی داداش؟ الو نادر جان، آدم گوشی رو بردار. نادر جان، تو داری با زندگی خودت چی کار میکنی نادر؟ اون از بدکاری، اون از زندان رفتنه، اون از طلاقه. حالا هم که آزاد شدی زدی بری سیسته هست مادر، باسه این کاره تو خرمانو میکشه مادر. الو آقای مشیری، تو زدی که چی رو گفته بعد به من خبر نمیدی؟ من همین الان برم فرا میافتم میام اونجا بدهم تو چه کنتی کرده؟ اصلا تکان نخون تا خودم رو برسونم.